دو سایزم امیال ساعت 2:30 شب است. ما امروز بسیار یک روز خسته کننده و طولانی داشتم و آل آمدیم در پیش کمره شدیم که با شما به تماس باشم. چرا این کار می کنم؟ چرا این برای ما قدر ضرور است که بعد از یک روز خسته کننده ما ساعت 2:30 شب بیایم و رکورد کنم چیزی را که با شما در جریان بگذارم؟ آیا ما شوق دارم؟ باور کنین که شوق ندارم. ما به خوبی میفهم که شهرت در جامعه افغانی یک چیز منفی و حتی میتانه کشنده باشد و علاوه به او دمی سن سالی که ما هستم برای کسب شهرت کمتر انسان ها حرکت میکنند. مثلا در 18 سالگی، در 16 سالگی، در 20، 25، 30، اما در سن ما آدم پایین میشینه از او امواج طغیانیه که در 16 و 17 و 18 و 20 و 25 و 30 داری. یعنی برای کسب شهرت یا اشتهار به هیچ وجه در این خط که ما استاده شدیم استاد نمیشی. پس چه چیزه ما را در ایجا آورده؟ ما در واقع، ما و شما در واقع اونمو عضو دیگه هستیم که درد او عضو ناقرار ما ساخته. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زی یک جوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار. و او عضوی که به درد آورده مردم بیچاره ما در افغانستان است که در آتش می سوزند. او درد از اونو عضو ناقرار دیگر عضوها را نماند قرار که ما و شمایی که بیرون مملکت هستیم نمیتانه که ما را قرار بمانه، یا ما نمیتانیم که من حیث عضو دیگه از این جامعه قرار آرام در یک جای بخوابیم و خوش باشیم. اگر نه زندگی ما و شما در بیرون افغانستان بخصوص در اروپا و امریکا و کشورهای پیشرفته نسبی خوب و خوبتر و خوبترین است. ما هیچ گونه نیازمندی دیگه ندارم که بیایم در اینجا بشینم که وای افغانستان، وای افغانستان. اما اونمو درد انسانیت است. در واقع درد خود کلگی ما اسم میکنیم. در جان هر کدامتان اگر کت سوزنده ایم یک واخ میگین. اما اینی درد جوالدوزه که در جگر مردم افغانستان میره، اگه اینی را اسم بکنی انسانیت است. و انسانیت در واقع یک تخم است که اگر بنشانی، اگر کشت کنی، بدون باغبانی درخت میشه، شکوفه میکنه و میوه بار میاره. و اگر ما برای اون مردم بیچاره خود بخیزیم و استاد شویم، در واقع تخم انسانیت کشت میکنیم که درخت میشه، شکوفه میکنه و میوه بار میاره. و او میوه چی است؟ آرامش وجدان. با تاریخ 2 اکتبر هم وطن عزیزم، در هر جای دنیا که هستی بر علیه از این حکومت خائن پست بی‌حیثیت بی‌ناموس که تمام آدمای قاتل در خود گرفته استاده شو. شما سعی کنین در 16-17 سال تمام کسایی که با حکومت یک جای شدن برای ازی که در افغانستان صلح بیاید و نکشتن و ترور نکردن، کلگیش یکی از حکومت پس شد. این حکومت تنها نمونای را بایشان سال کرد که قاتل بودن و این کلش یک دسیسه است. اشرف غنی و حکومت اشرف غنی نتیجه یک توطئه بسیار عمیق آیسای است. اینا وطن ما را و مردم ما را به زنجیرهای بسته میکنن که سالها دیگه ازش بیرون نمیتانیم شویم. چرا؟ اگر ما از دست خود زنجیر پس کنم، یا وطن ما را امتو ساختن که این نمانه که ما دست خود باز کنم. اگر ای خواست که دست خود باز کنم، من نمانم که ای باز کنه. بنانم وطن عزیزم، استاد شو در هر جای دنیا که هستی.
امروز بیلیون ها دلار جهان به حکومت افغانستان میده برای از اینکه در افغانستان اینا را بسازن، پل بسازن، زراعت بهبود بدن، اقتصاد، تمام چیزها را 80-90 فیصدی پیسه از پشت پرده با برادرای طالبشان میره، با آیسای میره، با گلبدین میره. این حکومت اتا در ترور مردم ما و حوادث خونبار انتحاری حصه دارند. دیگه این جای شک نیست. اون ظاهر قدیر نمونه آخرینش است که طرفدار آقای اشرف غنی بود. آمد تنها مقه گفت که تو منیجمنت شاید میفهمی مگر رهبر نبودی. ما غلط کرده بودیم. در خانهش عمله شد نزدیک کشته بودنش. مثل از این صدها حادثه دیگه که من یک به یک میتونم نام بگیرم. اگر ما شما بخیزیم در دنیا و با مردم دنیا نشان بدیم که ما یک ملت مردن نیستیم، انوز خون در رگ ما نبزان داره، شما باور کنین که ما توجه جلب میکنیم، فرستادن پول به این حکومت پست ختم میکنیم و این حکومت سکته مغزی میکنه. شعرهای زیره ما انوزان کار میکنم، در یکی دو سه روز در اختیار شما میمانم. شما میتونین شعارها را از ما به دست بیارین یا خودتان در هر جایی که هستین چاپ کنین. یک $20، $50، $100، $200 میره. اما رو در اروپا و امریکا و کانادا و جا خاصانه یک نفر میتونه میره در اون منطقه که شما استاد میشین انجام بده. و شما خودتان با اکیدت دیگه در تماس شین، همراه بچه تان، همراه نواسه تان، برادرزاده تان، خوارزاده تان، رفیقای تان، که ما در اینجا میریم، مثلا سفارت های امریکا، کنسولگری های امریکا، سفارت آلمان، سفارت هند، سفارت چین، اینمی جای مهم است، سفارت پاکستان، سفارت انگلیس، ملل متحد، اصلا نریم. اینا در این توطئه عمیقا دست داره. آیا امریکا دست نداره؟ ما برای شما میگم که در امریکا یک حکومت بسیار کلانه. در اینجا کسایی در حکومت لابی میکنن و اینا بر علیه منافع مملکت ما کار میکنن، اما کل حکومت امریکا نیست و بخصوص مردم امریکا واقعا نمیفهمن که در افغانستان چی میگذره. اینا نمیخواین که بیلیون ها دلار از یاد افغانستان بره، هزارها عسکرشان قربانی شه و نتیجهش چی باشه؟ نتیجهش آمدن گلبدین در حکومت. یا او پیسه را بر از اون نداده بودن که گلبدین در قدرت به توسط اشرف غنی. بنابراین اگر ما شما اینمی را بتانیم ابراز کنیم با مردم، حال نام خدا در تمام زبانهای دنیا شما میفهمین، یکی تان در جرمنی جرمنی میفهمین، یکی تان در فرانسه فرانسوی، یکی در اوجه یک در اوجه میتانیم بخیزیم. همین تظاهرات ای دفعه آخرش نمی باشد. هر دو ما تکرار میکنیم، شما کمیته بسازین، کمیته برای نجات مملکت و با دوستایتان یک جا شوین. ما شما اینمی تظاهرات در 2 اکتبر انجام میتیم و بعد از او هر دو ماه دیگه. هموطنهای ما مردم به احساس نیستن، هموطنهای ما بسیار با احساس هستن. ما حکومت خوب نداشتیم که اینا را در کار برده. شما سعی کنین در این روزا در میانمار مسلمان ها قتل عام میشه. اگر شما تاریخ میانمار را ببینین، باور کنین زیادترین کشته که تا حال داده باشن 50,000 یا 40,000 نفره. در مملکت ما این سال 200 از او کشته شده. اما چون ما در مملکت خود یک کس نداریم که مردم به درستی بفهمانه استاد شه، مردم چیزی نمیکنن. اما این سعی کنین اینی هم وطنک های عزیز ما یا از افغانستان گریختن از ناامیدی و پای رفتن در ترکیه، امیال بیکار، بی زندگی، بی روزگار، بسیار یک زندگی پرمشقت، تمامش هم جوان. سعی کنین که اینی بچه ها وقتی که از حادثه میانمار شنیدن چی میگن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. برادر و مسلمانان و ورونو، مول افغانیان او په ترکیه کې اوسېږو. ګران ورونو، دغه مول ویډیو چې کومه وینئ، مول ویډیو ورسوئ د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان پورې مول د ویډیو ورسوئ. مول د برما د مسلمانانو د خدمت کولو لپاره ټول تیار یو. که غواړئ چې موږ هلته ورسئ، نو موږ ته دې دا را وښیئ چې موږ ولاړ شو او په تیاره کې دې موږ خاص د برمې مسلمانانو ته ور ورسئ چې موږ د هغو خدمت وکړو. نعره تکبیر! میگه ما از رجب طیب
اردوغان میخواهیم که روی کن ما را در میانمار که ما خود را قربان کنیم برای مردم مسلمان از اوجه. یعنی اگر امی احساس از یار را ببینین بسیار عمیقه. آیا یا برای وطن خود کار نمیتانن؟ این امی بچه ها، این امی ده بیست نفر اگر امی را یک ترکتور میدادی، یک صد جریب زمین میدادی و آب میدادی، این امی برای یک ده هزار نفر تنها این امی ها نان تهیه میکرد و با این پیسایی که در افغانستان آمد نمیشد اکثر این بچه ها مکتب رفتن، پوانتون رفتن. امید از یایی بود که مملکت ما آرام میشه، ما کار میکنیم. اشرف غنی تمام از یاره از این حکومت دور کرده رفت، اما در عوضش کی را آورد؟ گلبدین ترورستایش. ترورستایش که یک روز مکتب نرفته، مویای گنده و ژولیده، تفنگ‌ها در دستشان آماده قتل و کشتن. و اینی جوانای ما از وطن ما نابود شده میرن. اگر ما بتانیم هم وطنهای خود بفهمانیم که باید بر علیه حکومت استاد شیم و به اینی طریق میتانیم وطن خود دوباره بسازیم، شما باور کنین که اینا بر میانمار نمیجنگن. یا من کمر خود بسته میکنن، شخ در مزرعه کار میکنن، در افغانستان بر مملکت نان تهیه میکنن. این کچکولای گداییگری که اشرف غنی واس کرده و میگه که من بسیار خوب گداییگر بودم، در یک بیانیه خود میگه من بسیار پیسه برای شما گدایی کردم. بعد کدی که گدایی کردی آدم گداییگر، پیسه‌ای که آمد به طالب نمیدادی، به داعش و گلبدین نمیدادی، مهاجرین ما را می آوردی، مهاجرین ما را در کار منداختی که نام ما خوب به گداییگری بد شد، حداقل یک نتیجه میداد که تا آخر گداییگر نباشیم، که گداییگری در جین ما، در کله ما، در خون ما یک دفعه آمیخته نشه، که اولادای ما میتولد هم کشد دستش ترکایی باشه. ای افتخار نیست که تو گدایی کردی، مردم داد پیسه اما تو کلشه در راههای غلط مصرف کردی. اشرف غنی در 16 سال حداقل 80-90% پیسه هایی که در افغانستان آمده پیش ازی آمده، پیش کرزی نرفته. کرزی از گوشنگی در زیر میز خود از ایرانی ها رشوت میگرفت، اما پیسه در پیش ازی میامد. باور کنین با هلیکوپتر پل پر دلار رایی میکرد به اونو قماندان های گلبدین و طالب و غیره و غیره، و اینا را کلشان در جریان انتخابات گفت که ما مکاتب هم و مدارس از پاکستان میارم در افغانستان که طالب های ما دیگه او جنره و همون کار کرد. بناهن هم وطن از زمستاد شد. شما فکر نکنین که نتیجه نمیته، به خدا نتیجه میته و بسیار نتیجه میته. کته دوستایتان یک جاشین، منتظر نباشین که یک آدم دیگه بیاید چراغ بگیره که بیاید کیسو بریم. خودتان استاد شین. ما شما حالی که رهبرای هوشیار نداریم، خود ما باید بخیزیم و استاد شیم. باز یگانه میگه آقا یار حالا این تظاهرات هم ما کردیم ای چی نتیجه میده؟ خب باز فکر کن نتیجه داد، همی حکومت چپه شد، یه وزش کیمه؟ ما در این فکر نیستیم که یه وزش کیمه. ما استاد میشیم این حکومت چپه میکنیم با اطمینان و اعتماد که یک حکومت بهتر میسازیم، و با اعتماد و با اطمینان که اگر حکومت کسی بود چپش میکنیم دیگه شه، تا زمانی که قشر نو و جوان خود در قدرت برسانیم و یک آینده تابناک و درخشان داشته باشیم. و یکان تایتان میگن که واقعا یار من در زیر عکس نجیب چی تو استاد شم؟ ای کافر ملون خائنه که مردم ما را قتل عام کرده بود. یکی دیگه میگه آقا یار ای چی امی مسعود یه خوی خائن بود، یه خوی 70,000 نفر را کشته، ما زیر عکس از ایستاد نمیشیم. یکی دیگه عبدالعلی را یعنی ما یک ملت مخشوش هستیم که بالاخره باید بفهمیم که برای رسیدن به یک هدف برای نجات مملکت ما باید گذشته را اوسو بمانیم، فراموش نمیکنیم، گذشته را اوسو میمانیم و طرف آینده در حرکت میشیم. تمام ما صرف نظر از این که کی چی است دست به دست میتیم برای از این که وطن خود از این آتش بیرون کنیم و بعد از اون یک حکومت بسازیم که تمام مردم به یک چشم دیده شود، حقوق مساوی باشه، هر کدام ما در چشم قانون عین مسئولیت و عین امتیاز داشته باشیم، که یگانه راه وحدت ملی و نموز ای اقلیت و اکثریت نیست. میاله که این برنامه را میشنوید که تا دوستای زنگ دین استاد شو، و در جایی که هستین که شما میخواین این کار کنین برم زنگ دین تا که ما شما را به مردم معرفی کنم که به طور مثال در اتریش با اینی آقا در تماس شین، در کالیفرنیا، در اینجا. یادتان باشه در پیش سفارت
به خصوص سفارت امریکا، ما اگر دونالد ترامپ متوجه بسازیم که در افغانستان چی میگذره و مردم امریکا را باور کنین که افغانستان را نجات میتیم. این حال باز می خود تو فکر میکنی دونالد ترامپ نمیفهمه؟ با فکر کو که میفهمه، اما ما میخواهیم بگوییم که ما میفهمیم که در افغانستان چی میگذره. نگفته نماند دوست های عزیزم کی هفته هفته شهید مسعود است، سمبول مقاومت و آزادی کشور ما که در سر تا سر جهان تجلیل میشه، از جمله در ویرجینیا در بنکوت هال چری بلاسم تجلیل میشه که شما میتونین در اوجه تشریف ببرین. ما یقین دارم کسایی که در اون منطقه هستین امی بنکوت هال چری بلاسم هم میفهمین، زنگ بزنین به تماس شوین. دوست عزیز دیگه ما جناب احمد شافرید در نزدیکی های برج ایفل یک گرد همایی احتجاجی را تشکیل داده یا برای انداخته که شما با اونا هم از طریق فیسبوکشان میتونین در تماس شوین و اصحا بگیرین. اینی اکانت بانکی